سلام، من سلماز مهاجر هستم. من دانشجوی دکتری در دانشگاه توبینگن آلمان هستم. این ویدیو در مورد مخاطرات غیر ساختمانی است. آیا میدونید مخاطرات غیر ساختمانی چی هستند؟ اگه نه نگران نباشید، من میخوام شما رو جایی ببرم، پس لطفاً همراه من باشید. به دفتر کار من خوش آمدید. من در طول روز در اینجا کار میکنم. همانطور که میبینید همه چی اینجا در دسترس منه. صفحه کلید و نمایش رایانه اینجا هستند. کتابهام و دفترچه‌هام هم اینجا پشت سرمن. اینجا یه چند تا باتری سنگین دارم که منتظرم شارژ شوند. چند تیکه مبلمان هم اینجا در دفتر کارم دارم، مثل این میز محکم با یک فضای خالی در زیر آن و این کمد پوشه ها که اگه دقت کنید زیرش چرخ داره. این هم یک کمد بزرگ در سمت راستمه که در آن وسایل کاریم را نگه می‌دارم. و از همه مهمتر دستگاه قهوه ساز که روی این قفس است که در طول روز به من انرژی میده. شاید تعجب کنید که چرا من این اجزا رو به شما نشون میدم. این اجزا اجزای غیر ساختمانی هستند. اجزای غیر ساختمانی یک بنا تمام چیزهای داخل ساختمان هستند، از جمله تمام محتوای درون ساختمان و مبلمان آن، به غیر از ساختار اصلی خود ساختمان، یعنی همه چی غیر از پی ساختمان، سقف، دیوارهای حائل، ستونها و تیرها یا تیرچه ها. پس تقریبا هر چیزی غیر از ساختار اصلی ساختمان. شاید بپرسید که چرا من توجه شما رو به این موارد جلب می کنم. دلیل این کار این هستش که هنگام یک زمین لرزه این اجزا امکان فرو افتادن رو دارند و میتونن باعث آسیب دیدگی افراد شوند. شاید پیش خودتون بگید که در هنگام یک زمین لرزه کل ساختمون میتونه خراب بشه، پس چرا من باید نگران این اجزای غیر ساختمانی باشم؟ آیا من نباید فقط نگران اجزای ساختمانی باشم؟ اجازه بدید که بهتون بگم، نشون داده شده که در بیشتر زمین لرزه های شهری، زمین لرزه هایی که در مناطق پرجمعیت اتفاق میافتند، بیش از 50% آسیب دیدگان و کشته ها در ارتباط با عناصر غیر ساختمانی بناها هستند. این بیش از نیمی از تلفاته که خیلی زیاده. بنابراین خیلی مهمه که بدونیم این اجزا چی هستند، چطور برای ما خطر ایجاد میکنند و چطور میتونیم خسارات ناشی از آنها را تا حد امکان کاهش بدیم. خب حالا شما ممکنه بپرسید از کجا شروع کنیم و چطور این کار را انجام بدیم. در این ویدیو شما یاد میگیرید که چطور این اجزای غیر ساختمانی رو بشناسید، یاد میگیرید چه نوعی از مخاطرات را این اجزا میتونن ایجاد کنن و شما چه کاری میتونید در برابر آنها بکنید. چند دقیقه وقت بذارید و به صورت انفرادی و یا گروهی به اجزای غیر ساختمانی دفتر کار من نگاه کنید. حداقل اونهایی رو که میبینید. بعد ازتون میخوام در مورد اجزایی که موقع زمین لرزه میتونن به من آسیب برسونن فکر کنید. در مورد چیزهایی که میتونن حرکت کنن، جابجا و یا واژگون شوند و پتانسیل آسیب رساندن به من رو دارن. وقتی یک لیستی از این اجزا رو آماده کردید، درباره سه مورد از پرخطرترین آنها صحبت کنید و یک دایره قرمز دور آنها بکشید و درباره این موردها بین خودتون صحبت کنید و اینکه چرا اینها رو انتخاب کردید. بعد ما برمیگردیم تا در مورد آنها با شما بحث کنیم. خوش اومدید. چند تا از مخاطرات غیر ساختمانی را توانستید در دفتر کار من پیدا کنید؟ امیدوارم که زیاد نباشد. اگر از من بپرسید که کدام ستا از همه پرخطرتر هستند، من خواهم گفت شاید این دستگاه قفس ساز. درست بالای سرم قرار داره، به قفسه نچسبیده و هنگام لرزش به راحتی میتونه حرکت کنه و بیفته و به من آسیب برسونه، احتمالاً به سرم که اصلاً خوب نیست. این کمد پوشه ها هم منو نگران میکنه. همانطور که قبلا گفتم این کمد در زیرش چرخ داره، بنابراین به راحتی در هنگام لرزش میتونه حرکت کنه و خیلی سریع هم میتونه این کارو انجام بده. اگر به من برخورد کنه چی میشه؟ میتونه به من آسیب برسونه. مورد دیگری که من نگرانش هستم این کمد پوشه است که در واقع یک کمد پوشه نیست، ولی جایی است که من وسایلم رو در اونجا نگهداری میکنم. این کمد به زمین متصل نیست و وقتی با دقت به پشت این کمد نگاه میکنم میبینم که حتی به دیوار هم وصل نیست. سنگین و حجیمه و واقعا بزرگه و در هنگام لرزش میتونه روی من بیفته و به من آسیب برسونه.
حتی بدتر از این میتونه من رو در داخل اتاقم گیر بندازه، چون در خروجی اتاق دقیقاً پشت این دوربین قرار داره. پس اگه این کمد بیفته من این طرف اتاق میمونم و نمیتونم از کمد عبور کنم و پس از زمین لرزه از این قسمت ساختمون خارج شوم. حالا که این شانس رو داشتید تا تمام اجزای غیر ساختمانی دفتر من رو شناسایی کنید و تشخیص بدید کدام یک از اینها برای من خطرناکند، شما رو تشویق میکنم که دنبال خطرهای داخل کلاس درس خودتون برید، دقیقاً مانند کاری که با دفتر کار من انجام دادید. اول لیستی از اجزای غیر ساختمانی کلاس درس خودتون آماده بکنید. یادتون باشه که این اجزا هر چیزی در داخل کلاس درس شما هستند به جز خود ساختمان اصلی کلاس. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، در مورد اجزایی که در هنگام لرزش براتون خطرناکند فکر کنید و یک علامت قرمز جلوی اینها بذارید. بعد یک دایره قرمز دور 3 تا از خطرناکترین اونها بکشید. بعد در مورد اینکه چرا این اجزا رو انتخاب کردید با همدیگه صحبت کنید. این کار رو میتونید به صورت انفرادی یا گروهی انجام بدید و جوابهاتون رو با معلم و همکلاسی‌های خود در میون بذارید. ما برمیگردیم تا ببینیم شما چیکار کردید. سلام، خوش اومدید. چند تا از اجزای غیر ساختمانی خطرناک تونستید در کلاس درس خود پیدا کنید؟ یادتون باشه که اینا میتونن هر چیزی مثل پنجره ها، ابزار تولید نور، تخت سیاه یا تخت سفید هم باشد. حتی میتونه مبلمان داخل کلاس شما هم باشه، مثل میز و صندلی ها. و یا حتی هر موردی که مربوط به دکوراسیون اتاقه، مثل گلدان ها، البته اگه در کلاس خود داشته باشید، قفسه کتاب ها و یا حتی رایانه و تجهیزات دیگه، تمام اینها میتونن یه نوع خطر غیر ساختمانی باشن. من کلاس درس شما رو نمیتونم ببینم، پس تصویری از یه کلاس درس که من قبلا دیدم رو به شما نشون میدم و بعضی از مخاطرات غیر ساختمانی آن را به شما نشون میدم. ولی لازمه شما چند دقیقه به من وقت بدین برای اینکه بتونم تصویر رو روی پرده نمایش پشت سرم نشون بدم. پس یه خورده زمان به من بدین. خب این هم از تصویری که من چندین سال پیش از یک کلاس درس در چین گرفتم. ممکنه که شما من رو تصویر نبینید، ولی مشکلی نیست. فقط لازمه که شما به این چوب اشارهگر توجه کنید. من میخوام بعضی از مخاطرات غیر ساختمانی رو که در این کلاس متوجه شدم اینجا بهتون نشون بدم. واضح ترین مورد این تلویزیونه که شما در اینجا میبینید. این تلویزیون از دیوار آویزونه و اگه به خوبی به دیوار محکم نشده باشه میتونه بیفته و به دانش آموزان و معلم آسیب برسونه. عامل دیگری که میتونه باعث ایجاد خطر برای دانش آموزان بشه تخت سیاهه، اگه به خوبی به دیوار پشتش محکم نشده باشه. عوامل مخاطر آفرین دیگه میتونن وسایل روشنایی باشن که چند نمونه از اونها رو اینجا میبینید که از سقف آویزانند و همچنین چند تا پنکه. در هنگام زمین لرزه این وسایل روشنایی میتونن بلرزن و به عقب و جلو تاب بخورن و حتی میتونن به هم برخورد کرده و خرد بشن. بنابراین بسیار مهمه که مطمئن بشیم این وسایل روشنایی و پنکه سقفی در جای خود محکمن و به عقب و جلو تاب نمیخورن که خطری رو برای دانش آموزان ایجاد کنند. البته که تمام میز و صندلی ها اینجا هم میتونن در هنگام زمین لرزه حرکت کنند و توانایی برخورد با دانش آموزان رو دارند. عامل دیگری که میتونه حرکت بکنه و خطر ایجاد کنه این میز سخنرانی است که معلم معمولا برای ارائه درس در پشت آن میستد. توجه داشته باشید که تعدادی کمدهای پوشه‌ای اینجا کنار این میز هستند که اگر به درستی به زمین محکم نشده باشند میتونن حرکت کنند و با برخورد به افراد سبب مجروح شدن اونها بشن. اما چیزی که واقعا منو نگران میکنه این دره. آیا شما چیز اشتباهی در مورد این در متوجه شدید؟ در به سمت داخل کلاس باز میشه که این میتونه واقعا خطرناک باشه، به این دلیل که زمانی که دانش آموزها میخوان در رو باز و کلاس درس رو ترک بکنند ممکن است واقعا در پشت این در گیر بیفتند اگر این در قفل شده و یا خراب شده باشد. این یعنی که دانش آموزان بعد از زمین لرزه راهی برای ترک کلاس درسی و رفتن به یک فضای امن نخواهند داشت. حالا که چند نمونه از مخاطرات غیر ساختمانی در این کلاس رو دیدید، شاید بعضی از اونها مشابه به مواردی باشند که شما در کلاس درسی خودتون تشخیص دادید. اجازه بدین که من چراغ روشن بکنم برای اینکه یک کاری براتون دارم تا انجامش بدید. حالا به لیستی که از مخاطرات غیر ساختمانی موجود در کلاس درستون آماده کرده اید نگاهی بیاندازید. با دقت دوباره به اونها نگاه کنید. من از شما میخوام که مواردی رو تشخیص بدید که بدون هزینه قابل حل شدنن. به این معنی که بدون هیچ هزینه‌ای شما میتونید به طور کامل مخاطره مربوط به اونها رو برطرف کنید.
یه خورده وقت بذارید به صورت انفرادی یا به طور گروهی مواردی رو تشخیص بدید که بدون هزینه قابل برطرف شدنن. و در مورد اینکه چرا این موارد میتونن به سادگی حل بشند در بین خودتون بحث و گفتگو کنید. من برمیگردم تا ببینم چطوری پیش رفت. حالا در مورد بعضی از مخاطرات غیر ساختمانی موجود در تصویری که به شما از یک مدرسه در چین نشون دادم فکر کنید. همانطور که دیدید ممکن است بعضی از این مخاطرات به طور کامل و بدون هزینه قابل برطرف شدن باشن. اجازه بدید یه دقیقه وقت بذاریم و این تصویر رو مجددا در صفحه نمایش نشون بدیم. اینطوری میتونیم مواردی که به سادگی و بدون صرف هزینه میشه حل کرد مورد بحث قرار بدیم. بیایم یه نگاه نزدیکتر به این تصویر از کلاس درسی در چین بکنیم. برای کاهش خطرات مربوط به لوازم روشنایی و پنکه‌ها من فکر می‌کنم که هزینه زیادی لازمه. اینجور موارد احتیاج به متخصص دارند و هزینه زیادی در پی خواهند داشت. پس اجازه بدید به مخاطرات غیر ساختمانی توجه کنیم که بدون هزینه قابل حذفند. من حدس می‌زنم شاید با این تلویزیون شروع کنیم. آیا دلیل خاصی برای نصب تلویزیون در ارتفاع بالا نسبت به سطح زمین وجود داره که اگه در طی لرزش به زمین بیفته میتونه سبب خطر بشه؟ شاید یکی از راه‌های کاهش خطر مرتبط با تلویزیون این باشه که کمی به کف زمین نزدیکتر باشه. این باعث میشه تا به فاصله بیشتری پرتاب نشه و سبب آسیب دیدگی دانش آموزان نشه. یه راه دیگه اینه که یک قفسه و یا کمد داشته باشیم که به دیوار و یا به زمین محکم شده باشه و تلویزیون رو به این قفسه یا کمد محکم بکنیم. خطر دیگه که میشه برطرف کرد این میز سخنرانی معلمه. اول باید دید این میز سخنرانی آیا واقعا در کلاس لازمه؟ اگه نیازی به این میز سخنرانی در کلاس نیست، میتونیم آن را به طور کامل از کلاس درس بیرون ببریم و با حذف میز سخنرانی از کلاس فضای بیشتری در کلاس درس خود به وجود بیاریم و با این کار خطر بالقوه اون رو حذف کنیم. البته شما میتونید میز سخنرانی رو به زمین محکم پیچ کنید که البته این کار مقداری خرج داره، ولی اگه نمیخواین هزینه انجام بدین خیلی ساده میز سخنرانی رو از کلاس خارج کنید. هر مورد تزئینی دیگه مثل قاب عکس‌ها و یا چیزهایی که اینجا در این تصویر می‌بینید روی دیوار به سادگی از روی دیوار قابل حذف هستند و اگر واقعاً می‌خواهید اونها رو نگه دارید باید مطمئن بشین که در هنگام لرزش به زمین سقوط نمی‌کنند. برای این کار می‌تونید از نوع خاصی از چسب‌ها استفاده کنید و این تابلوها رو به دیوار پشتشون محکم کنید. حالا دوباره به این تصویر نگاه کنید. هنوز تعدادی مخاطرات غیر ساختمانی وجود دارن که میتونن برای دانش آموزان در هنگام لرزش زمین خطرناک باشن. بعضی از این مخاطرات با صرف هزینه ناچیز قابل کاهش و یا حذف هستند. به عنوان مثال به تخت سیاهی که اینجاست توجه کنید. ممکنه که به نظر بیاد که این تخت سیاه به دیوار چسبیده، ولی اینطور نیست، بلکه از یک قلاب از این بالا آویزونه. یعنی اینکه در وقت لرزش میتونه حرکت کنه و از دیوار دور بشه. و اگه معلم و یا دانش آموزان اینجا ایستاده باشند، تخت سیاه توانایی ضربه زدن به اونها رو داره. این بسیار خطرناکه. حالا این مورد با خرید وسایل ساده و قابل دسترس قابل حله. کافیه که تخت سیاه رو به دیوار محکم بکنید. بنابراین در وقت لرزش تاب نخواهد خورد. این روش هزینه زیادی نداره و محکم کردن تخت سیاه به دیوار نیاز به تخصص زیادی هم نداره. برخی از مخاطرات غیر ساختمانی که ما در کلاس درس می‌بینیم برای اینکه کاهش یابند و یا به طور کامل حذف بشن ما نیاز به دسترسی به ابزار ویژه‌ای داریم و همچنین نیازمند متخصصانی هستیم که اونها را رفع کنند. به عنوان مثال به این لامپ‌ها نگاه کنید. همانطور که قبلا گفتم در هنگام زمین لرزه این لامپ ها به عقب و جلو میتونن تاب بخورند و میتونن به هم برخورد کنن و بشکنن. یه روش برای کاهش خطر مرتبط با این لامپ ها اینه که اونها رو به سقف محکم بکنیم به جای اینکه بالای سر دانش آموزان آویزان و معلق باشند. این روش احتمالاً هزینه زیادی در بر خواهد داشت، ولی کاری که ما میتونیم جهت کاهش خطر انجام بدیم. حالا که دیدید که بعضی از مخاطرات غیر ساختمانی قابل حذف و یا کاهش بدون صرف هزینه هستند و بعضی از مخاطرات غیر ساختمانی نیاز به متخصصین خاصی دارند و شاید نیاز به هزینه داشته باشند، چرا شما نگاهی به لیست مخاطرات غیر ساختمانی که برای کلاس درس خود آماده کرده اید نمی‌اندازید و بعد با گروه خود سعی کنید مخاطراتی که کاهش آنها نیاز به هزینه کمی و آنهایی که نیاز به هزینه بیشتری دارند را پیدا بکنید. بعد ما برمیگردیم تا ببینیم که چیکار کردید.
سلام، خوش آمدید. خب چطور پیش رفت؟ امیدوارم تونسته باشید که خطرات غیر ساختمانی که بدون هیچ گونه هزینه قابل کاهش هستن رو در کلاستون پیدا کرده باشید و همچنین متوجه شدید که برای رفع بعضی از مخاطرات غیر ساختمانی در کلاستون نیاز به متخصص ویژه و هزینه هستش. ولی نگران نباشید. کسانی هستن که میتونن اجزای غیر ساختمانی رو تشخیص بدن و کمک کنن تا خطر اونها رو کاهش و یا از بین ببرن. امروز شما قراره یکی از این متخصصین باشین. معلم شما جزوه‌ای مثل این رو به شما میده و شما رو به گروه‌های مجزا تفکیک خواهد کرد و از این جزوه به عنوان یک چک لیست استفاده می‌کنید برای شناسایی مخاطرات غیر ساختمانی در کلاس درستون. دور و اطراف کلاستون بگردید و به سوالاتی که در این جزوه نوشته شده پاسخ بدید. جواب‌ها به صورت بله و خیر خواهند بود، بنابراین یک علامت تیک در مربع مربوط به بله‌ها یا خیرهای مربوط به هر سوال قرار بدین. اگر سوالی وجود داشت که در مورد جواب اون مطمئن نبودید، خیلی ساده بنویسید که نمی‌دونید. همچنین اگر سوال‌هایی وجود دارن که در این لیست نشان داده نشدن ولی شما فکر می‌کنید که باید به لیست اضافه بشن، اونها رو به لیست اضافه کنید. اگر سوالاتی در این لیست وجود دارند که ارتباطی به شما ندارند، از این جهت که اصلاً شما آن اجزای غیر ساختمانی رو در کلاس خودتون ندارید، نگران نباشید و از آن سوال‌ها عبور کنید. این جزوه یک چک لیستی است که بسیاری از متخصصین جهت تشخیص مخاطرات در کلاس‌ها و یا در هر فضای دیگه از اون استفاده می‌کنن. حالا یه خورده وقت بذارید، به گروه تقسیم بشین و دور و اطراف کلاس رو بگردید و به اجزای موجود در کلاستون توجه کنید و به این سوال ها پاسخ بدین. ما برمیگردیم تا ببینیم چطور پیش رفت. سلام، خوش اومدید. چطور پیش رفت؟ کاری که شما الان انجام دادید اسمش غربالگری بصری سریه که در آن از یک چک لیست استفاده کردید و مخاطرات مرتبط با اجزای غیر ساختمانی کلاس خود را سریع تشخیص دادید. این دقیقاً روشی است که متخصصین جهت شناسایی سریع مخاطرات از اون استفاده می‌کنند. متوجه باشید که شناسایی مخاطرات اولین قدم برای کاهش خرابی‌های مرتبط با اونهاست. وقتی که این مخاطرات شناسایی شدند، در مورد حذف یا کاهش خطر اونها باید فکر شود. تخصص ویژه و خاصی برای کاهش بعضی از مخاطرات که شما به اونها اشاره کردید مورد نیاز نیست، اما شما به مخاطراتی هم اشاره کردید که نیازمند متخصص ویژه هستند. اما نگران اونها نباشید، برای اینکه افرادی هستن که شما میتونید باهاشون تماس بگیرید و برای اینکه خودتون بعضی از اون مهارت ها رو یاد بگیرید، چون که بعضی از این مهارت‌های حرفه‌ای برای یاد گرفتن خیلی سخت نیستند. به عنوان مثال پیچ کردن میز به زمین یا قفسه کتاب‌ها به دیوار به مقداری مهارت نیاز هست، ولی قابل یادگیریه و شما به راحتی میتونید انجام بدید. یکی دیگه از روش‌های کاهش خطرات غیر ساختمانی اینه که توجه افراد مناسب رو به این خطرها جلب کنید. کاری که شما امروز انجام دادید تشخیص این خطرها بود. حالا کاری که میتونید بکنین اینه که لیست خود را به معلمتون بدید. معلم شما میتونه تصمیم بگیره که لیست شما را جهت کاهش مخاطرات عنوان شده و پیشنهاد کاهش اثر اونها رو در اختیار مسئولین مدرسه قرار بده. وقتی مسئولین در جریان این خطرها قرار بگیرن، اونا میدونن با کدوم افراد باید تماس بگیرن تا خطرها رو کاهش بدن. ممکنه بپرسید که آیا میتونیم از روش غربالگری بصری سری در منزل خود استفاده کنید؟ من شما را تشویق میکنم که این کارو بکنید. حتی میتونید اعضای خانواده خود را تشویق کنید تا در این مورد با شما همکاری کنند. میتونید از چک لیستی که مربوط به کلاستون بود برای خانه خود استفاده کنید. چند تا مخاطرات غیر ساختمانی رو میتونید در منزل خود شناسایی کنید؟ چند تا از اونها بدون صرف هزینه قابل حلند؟ چند تا از اونها با صرف هزینه کم و یه مقدار تخصص ویژه قابل کاهشند؟ قبل از اینکه از شما خدافظی کنم میخوام به این سوالات فکر کنید. قبل از اینکه زمین‌لرزه اتفاق بیفته چه قدم‌های دیگه‌ای میتونید بردارید؟ به علاوه شناسایی و کاهش مخاطرات غیر ساختمانی که میتونن برای کاهش خطرات زمین‌لرزه مهم باشند. به این فکر کنید که چطور میتونید خانه خود را مکان امن‌تری کنید؟ چطور محیط کلاس خود را میتونید امن‌تر کنید؟ سوال دوم، آیا میدونید که چه کاری رو باید قبل، هنگام و بعد از زمین‌لرزه در مدرسه‌تون انجام بدید؟ آیا مدرسه شما طرح اضطراری مربوط به زمین‌لرزه داره؟ لوازم ضروری مربوط به زمین‌لرزه چطور؟ اگه داره، آیا شما میدونید این لوازم کجان و چطور میتونید به آنها دسترسی پیدا کنید؟ آیا تمرین مربوط به زمان زلزله را در منزل انجام داده اید؟ اگر جواب این سوال‌ها را نمی‌دونید، حتماً با معلمتون صحبت کنید و از او راهنمایی بخواید. در رابطه با زمین‌لرزه کارهای ساده وجود دارن که میتونید انجام بدید تا خطرات ناشی از اونها رو کاهش بدید. امیدوارم که در این درس روش‌هایی برای کاهش مخاطرات غیر ساختمانی در کلاس درس خود و خانه‌تون یاد گرفته باشید. ممنونم از توجهتون و خدا نگهدار.
سلام، من سلماز مهاجر هستم. من دانشجوی دکتری در دانشگاه توبینگن در آلمان هستم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دنبال میکنید. در این ویدیو دانش آموزان شما یاد میگیرند که چطور اجزای غیر ساختمانی موجود در کلاس درس خود و مخاطرات در ارتباط با آنها رو شناسایی بکنند و اینکه چه کاری باید انجام بدن تا خطرات رو کاهش بدن. برای آموزش این درس نیاز به ابزار خاصی نیستش. برای بخش عمده این درس دانش آموزان در کلاس درس قدم میزنند و به اجزای غیر ساختمانی نگاه میکنند و اونهایی رو که میتونن در هنگام لرزش خطرناک باشند رو شناسایی میکنند. شما میتونید دانش آموزان خود را تشویق به کار گروهی یا فردی بکنید، ولی ما ازتون میخوایم که دانش آموزان خود را تشویق کنید که به صورت گروهی کار کنند، چون بسیاری از فعالیت ها بحثی هستند. تنها چیزی که برای این درس لازمه یک جزوه هستش. این جزوه شامل یه تعداد سوال میباشد. اسمش هم غربالگری بصری سری می باشد. دانش آموزان شما از این جزوه استفاده می کنند تا به سوالاتی که در ارتباط با مخاطرات غیر ساختمانی کلاس درس اونهاست پاسخ بدن. لطفا این جزوه رو مرور کنید و مطمئن بشین بیشتر این سوالات مرتبط با دانش آموزان و کلاس درس شما هستند. سوالاتی را که بی ربط هستند از جزوه خارج کنید و با سوالاتی که مرتبط هستند جایگزین کنید. همچنین توجه داشته باشید که اگه سوالایی وجود دارن که باید از دانش آموزان پرسیده بشه و این سوالات باید به جزوه اضافه بشند، لطف کنید و اون سوالها رو به چک لیست در جزوه اضافه کنید. برای بخش آخر این درس دانش آموزان شما رو تشویق میکنم که در مورد طرح‌های بازخورد اضطراری مدرسه خود فکر کنند. همچنین در مورد لوازم ضروری و حتی در مورد تمرین زلزله. لطفاً با مسئولین مدرسه صحبت کنید و درباره طرح‌های بازخورد اضطراری مدرسه که برای مدرسه شما ارائه شده سوال کنید. مطمئن شوید که این طرح‌ها رو دیده اید و می‌دونید شامل چه چیزایی هستند. همچنین اگر یک تمرین زلزله برای مدرسه شما طراحی شده، مطمئن شوید که می‌دونید چطور اون رو انجام بدید و اطلاعات مربوط به اون رو به دانش آموزان بدید. دانش آموزانتون سوال‌های زیادی در این مورد از شما خواهند پرسید. همچنین شما می‌تونید دانش آموزانتون رو تشویق کنید که در مورد اجزای غیر ساختمانی خطرناک در خارج از کلاس درس اونها هستند هم فکر کنید. این مکان میتونه هر جایی مثل حیات مدرسه باشه. اگر مناسب دونستید، شما رو تشویق میکنم لیست مخاطرات غیر ساختمانی رو که دانش آموزانتون تشخیص دادن رو در اختیار مسئولین مدرسه قرار بدید و توجه اونها رو به این لیست جلب کنید. ممنونم که این ویدیو رو دنبال کردید و امیدوارم از آن لذت برده باشید و امیدوارم که مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید، لطفاً با ما تماس بگیرید و همچنین اگر به منبع یا اطلاعات بیشتری در رابطه با مخاطرات مرتبط با اجزای غیر ساختمانی کلاس درس و خانه ها نیاز دارید، لطفاً به صفحه اطلاعاتی که برای این ویدیو طراحی شده مراجعه بکنید. مجدداً ممنونم و خدا نگهدار.